تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. این رو به شکل دیگه زمانی درباره مردم خوزستان به ویژه اهواز و جای دیگه در حاشیه کارون می گفتند، شهرهای دیگه در منطقه، در کشورهای دیگه. زندگی در کنار کارون دلنشین بود. کارون با جلال و شکوه خود سالها که هیچ قرنها می رفت و می رفت و زندگی می بخشید. کشاورزان شاد و شادمان چشم به رشد محصولات خود داشتند. کشاورزان خوزستانی از اقوام مختلف. آبیاری مزارع به کنار، بهره‌مندی از آب کارون، آب آشامیدنی از سرچشمه‌های آن در میان زاگرس و جای دیگه تا رسیدن به خلیج فارس، پیوستن به شط العرب و سپس خلیج فارس. کارون زنده بود، سرودها و شعرها و ترانه‌های بسیار خوانده شد. در کنار کارون پس از انقلاب چه رویدادهایی؟ اعدام افسران ارتش ایران در پی قیام نوشه، براتی ها، افسران ارتش. کارون در حکومت فقیه دامن برکشید. کارون رو در مسیرهایی خشکاندند، کم آب ساختند و اکنون در کنار کارون حسرت آب بر دل میلیون ها خوزستانی، همچنان که هموطنانشون در سیستان و بلوچستان، همچنان ملایان شیعه بر منبرها از واقعه کربلا میگویند و بی آبی و تشنه لبی اهل بیت. در قرن 21 کودکان ایرانی در کنار کارون مظلوم تشنه لبانی هستند چون کودکان سیستان و بلوچستان. در این باره سخن خواهیم گفت و موضوعات دیگر. با سلام به شما عزیزان در هر کجا که هستید. همراه ما هستند دو میهمان امشب تفسیر خبر، آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان و در اسکاتلند بریتانیا، آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس نفت و امور بین الملل، با شما خواهیم بود پس از گذری به اعتراضات مردم خوزستان، اهواز و جای دیگه در اعتراض به بی آب.
آقای نوری‌زاده خوش اومد. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم. درود به دکتر تقی‌زاده و بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری. بلم آرام چون قویی سبک بار، به نرمی بر سر کارون همین، به نخلستان ساحل نور خورشید. وقتی شعر توللی یادم میاد و آنچه شما داشتید میگفتید از کارون، چیزی جز تأثر به دلم راه پیدا نمی کنه. آی چالنگی، ما نمیخوایم راجع به سیئات رژیم بگیم، 42 ساله داریم میگیم، ولی شما تک تک زمینه های زندگی رو در ایران در نظر بگیرید که این نکبت، این فتنه، این وبا در این 42 سال چه به سرش آورد. آدم فکر میکرد مردم خوزستان برای آب فریاد بزنن، العطش. امام حسین و یارانش دو روز بی آب بودن. 1400 سال ما داریم هزینه‌شو میدیم. میلیون ها انسان در خوزستان، در جاهای مختلف، در بوشهر، بندرعباس، در خوزستان، در بلوچستان، و این رژیم بی غیرت که ذره ای شرافت نداره که ملتش میرن ارمنستان واکسن میزنن، حالا داره کم آبی و بی آبی خوزستان رو نگاه. آقای زهرزاده خوش آمدید. خوش آمد. وقت به شما خوش. آقای چالنگی، درود به دکتر نوری‌زاده عزیز و درود من به بینندگان برنامه. آقای زهرزاده، شما وقتی نگاه میکنید به این ماجرا در خوزستان، در کنار کارون، گرفتاری هایی که هست، بیابی، آیا واقعا میشه از این مجموعه توقع داشت که چون مسائلی که خودش آفریده حل کنه؟ آیا 42 سال کافی نیست برای رسیدن به این نتیجه که این مجموعه حکومت دینی یک تجربه شکست خورده ایرانیون انقلابی هست که ملا رو پیش انداختن، قدرت رو به دستش دادن و از او دموکراسی خواستن، آب و آبادانی خواستن و بقیه چیزها؟ آیا کافی نیست؟ این فاجعه است آقای چالنگی. خاری است که هر روز به چشم من و شما و بقیه هموطنانمون میره. اون چیزی که در خوزستان پیش آمد مشکل استثنایی نیست، ولی به نوعی هم شاید هست محصول بیش از 40 سال حاضرخوری و تخریب این حکومت. منابع آب ایران منابع محدودی است. آب مشکل منطقه‌ای است. در خیلی از نقاط دیگر دنیا همین مشکل رو داریم. در خاورمیانه نه به شدت آفریقا، ولی به هر حال یک مسئله است. بین ترکیه و سوریه، بین ترکیه و عراق، بین عراق و ایران، و به خصوص در داخل ایران که دشت بزرگی است و کشور خشکسالی است. و در این 42 سال به جای ایجاد منابع تازه، به جای بهره‌برداری از منابع تجدیدپذیر، 42 سال حکومت حاضرخوری کرده و بالاتر از چندین برابر استانداردهای دنیا فرصت داده برای بهره برداری از منابع آبی که تجدیدپذیر نیست. ولی در مورد خوزستان من یک گلایه ام آقای چالنگی دارم. این رو به صورت گلایه میگم که به گوش هموطنان عزیزمون در خوزستان برسه. صدای اعتراضات صدایی نیست که برای خیلی از مردم صدای آشنایی باشه. من مخالف استفاده از زبانهای محلی نیستم، کردی، عربی، بلوچی، گیلک، هرچه، اینها گویش‌های مردم ما هستند. ولی ما یک زبان ملی هم داریم. ای کاش به جای شعارهایی که با زبان محلی جاری میشه در خیابانهای شهرهای خوزستان، پیامهایی هم باشه که گیلک و سیستانی و بلوچ هم اون رو درک بکنن، آذری هم اون رو بفهمه. و اگر قرار است که ما در یک همصدایی علیه حکومت باشیم، این همصدایی یکی از محورهاش داشتن زبان مشترک، در حالی که در طول 2 روز گذشته ما این اعتراضات رو فقط به زبان عربی شنیدیم متاسفانه. خب من به عنوان یک خوزستانی و همچنان یک خوزستانی و یک ایرانی این توضیح رو همینجا بدم. البته این ویدئوهای دیگه هست که زبان فارسی هست و میبینیم روی تابلوها یا به هر چی که دستشون هست، کاغذها، صفحاتی که هست، به فارسی نوشته شده. این رو من همینجا بگم.
که به هیچ وجه من الوجود گروه هایی که به غلط و نادرستی و با بهرهمندی از مواهب اینون و کمک های اینون خود رو نمایندگان ایرانیان عرب یا عرب های و هموطنان عرب من عرب تبار ما قلم داد میکنن در خارج به هیچ وجهش نمایندگی نداره. آمار غلطی که میدن در مورد اینکه عرب در خوزستان اکثریت دارن، خود هموطنان عرب ما در خوزستان اکثریت با این موضوعات مخالف هستند. در کنار هم سالیان و قرنها زندگی کردن، بدون تردید مسالمت آمیز در لشکرآباد اهواز، همونطور که هموطنان عرب من هستند، و در حصیرآباد، همینطور در قصبه منیوهی خسروآباد، در جای جای دیگه خوزستان دیگران هم هستند. اهواز نمونه است مانند نیویورک به یک معنی. اهالی اهواز شوشتری، اصفهانی، دستولی، بختیاری بسیار و جای جای دیگه، همونطور که شهرهای دیگه. این هست که حالا شاید هموطنان عرب ما فعالتر بودن، آمدن ویدئوهایی که مطرح کردن گذاشتن، شعارهایی هم به فارسی داده شده، من دیدم و حیرتا که کم بوده شرخش اونها در این رسانه های اینترنتی. امیدوارم توجه کنن هموطنان گرامی در این بیابی به توصیه آقای تقی‌زاده، که توصیه خیرخواهانه ای هست و به هر حال زبانی رو که استفاده میکنیم محترم به جای خود، اما زبان فارسی زبان ملی همه ایرانیان بوده و هست بدون تردید. آقای نوری‌زاده نظر ازو بدید منم یه توضیح بدم. بله حتما بفهم. امروز صبح داشتم یه فیلمی رو میدیدم از همین تظاهرات، یه آقایی رو آورده بودن باهاش صحبت میکردن. این آقا اقلیم اقلیم که میکرد، مثل این که اقلیم اهواز، مثل این که اینجا کردستان عراق، اقلیم کردستان، اینا هم این لفظ بیمعنای اقلیم رو شروع کردن اینجا گذاشتن. و متاسفانه ادهشون در تلویزیون العربیه راه و جایی دارن و مکرر دارن این ندایی رو که ندای جداییست سر دادن. و همین امروزم بنده در این مصاحبه‌ای که شده بود، البته در اون حدی که من بتونم مقابله میکنم باش، ولی امروز مخصوصا اشاره میگردن که بله رضا شاه اومد خوزستان رو گرفت، اشغال کرد و از اون تاریخ به بعد ما عرب ها تحت استثمار و استعماریم، شهرامون رو اسمشون رو عوض کردن، شهرامون رو اشغال کردن و تمام این خوزستان مال ماست و عربستان از جنوب کرمانشاه شروع میشه و میره تا بوشهر، میره تا بندر عباس و این منطقه مال ماست که ایران اینجا رو اشغال کرد. متاسفانه روش جمهوری اسلامی در تعامل با همسایگان عرب باعث شده اینا مجال شلنگ اندازی پیدا کنن و متاسفانه دوستان عرب ایرانی ما، بچه های خیلی آزاده خوبی که تو همبستگی هستن تو جای دیگه، اینا در برابر موج این هوچی ها نمیتونن مقابله کنن. ملاحظم میکنن، ترسم دارن. اما اینه که شما گفتید حرف بسیار دقیقی است. من چون با عرب ها تماس دارم، اکثریت عرب های ایرانی در خوزستان ایرانی خالصن، بچه هاشون زیر تانک های صدام رفتن، از ایران دفاع کردن و حاضر نیستن یک دونه سوزن به پای ایران خانم بره. خب آقای نوری‌زاده، ببینید آقای تقی‌زاده، من نمیخوام بحث بره به این سمت، چون این بحثی است که دقیقا جمهوری اسلامی میخواد و متاسفانه این کسانی که خود رو مدعی اعراب ایران میدونن یا هموطنان عرب تبار ما میدونن کمک میکنن به یه همچین انحرافایی. نمونه بسیار روشن خالد عزیز ما، خالد پیرزاده. بله بله، خود من در محلات خوزستان گشتم، از شط العرب از فاو تا بالا رو خدمت سربازی گذروندم، زندگی کردم در اونجا، دیدم احساسات مردم. از بچگی در محله خودمون بهترین دوست من که همچنان تندرست و سالم باشیم، احمد مهدیه و برادر او محمود مهدیه بود. دوست دیگر من بندر بوستانی، گلکیپر شهر ما بود، تیم کلونی مسجد سلیمان بود، همه اینها هست. و ام احمد و شلش و بقیه عزیزان ما در اونجا الان گرفتار بیابی هست، همونطور که شوشتری و بختیاری و این حکومت یک دایره داره، خودی و غیر خودی.
تو این دایره اگه بودید کمونیست هم بودن مثلا نگهداران و حکومت در خارج از کشور، خوب هستید. بختیاری بودید مثل محسن رضایی هستید، از مواهبش هم برخوردار. و عرب هم مثل شمخانی، عرب بودید مثل آقای شمخانی هستید، کرد بودید مثل اون یکی نبودید، فرق نمیکنه. شیعه هستی، سنی هستی، هر چرک هستی، تموم شد رفت. این هست متاسفانه و الان این بیابی گرفتاریم. ما در سیستان و بلوچستان در همه جا و مژده میدن که باز بیشتر خواهد شد. آقای نوری زد، بله بله متاسفانه. و من نمیخوام، منم مثل شما معتقدم که ما باید فقط با دوستان عزیز عرب ایرانیمون گفتگو کنیم که اینا جلوی این موجها بیستن، این موجهای موقتی که اعتباری هم نداره. آقای طنزاده توصیه کردن، بسیار توصیه که قطعا توجه خواهند کرد دوستان دیگه و ویدئوهایی که برسه همه پخش خواهیم کرد. آقای طنزاده خیلی کوتاه بفهم، ببینید من دیشب با یه کارشناس صحبت میکردم، کارشناس زمینشناسی، میگفتش که ایران در اثر سیاست‌های غلط خیلی از شهرها، از جمله تهران، هر سال یک مقداری آمار به من دادن از یکی دو اینچ گرفته تا جاهایی هست خیلی بیشتر داره پوک میشه زمین. حالا فعلون فعالاتش توضیحات بسیار زیادی دادیشون که من بخششو یادداشت کردم، برشی هر چی که هست. پس بر سر اینه که واقعیت هم اینه که این حکومت جوری که داره عمل میکنه داره واقعا ایرانه به کجا میبره با این وضعیتی که هست. حکومت من اسمشون نمیذارم، این مجموعی که آمدن و روش و رفتار و کردارشون در واقع کم از اشغالگران نداره که بسیار افسون بر اونها هست. تا بالا آقای چالنگی دل ما خوش بود که این حکومت حکومت ماندگار نیست و وقتی که رفت ما دوباره ایران رو میسازیم، ولی هر یک روز که از عمر این حکومت میگذره تخریب، واقعا تخریب زیرساختها، کهنه شدن تأسیساتی که باید خدمات عمومی در اختیار مردم قرار بده و انهدام منابع طبیعی ما در حدی است که جبران این کار رو بسیار دشوار میکنه. شما به یکی از این موارد، یعنی نشست زمین در نتیجه خشکسالی، در نتیجه از میان رفتن منابع آبهای زیرزمینی، یکی از جدیترین خطرهایی است که محیط زیست ایران رو تهدید میکنه. من متخصص آب نیستم، متخصص محیط زیست نیستم، ولی در طول این 18 سال اخیر که مسئله آب جدیتر شده، حتی تقریبا در حدود 10 نوشته یا گفتگو در این زمینه داشتم، خودم رو با مسئله آشنا کردم. اون چیزی که برای حکومت کمترین ارزشی نداره حفظ محیط زیست ایرانه و متاسفانه اینها میتونه فجایع بزرگتری که نه تنها شکل امنیتی داره که برای مردم محیط هم شکل محلی داره فراهم بکنه. خوزستان شما آقای چالنگی کالیفرنیای خاورمیانه است، میتونه تمام ایران رو تغذیه کنه. ما میتونیم تمام محصولات خراسان رو صادر کنیم و با داشتن خوزستان خاطر جمع باشیم که ایران فقیر نخواهد بود. حالا استانی با این زرخیزی، با این همه استعداد که باید 45 سال پیش مارچوبه تولید میکردن و صادر میکردن، بچه هاش به دنبال یک آفتابه آب بگردن. این فاجعه است آقای چالنگی، فاجعه است. حتی این حکومت وجود داره، این فاجعه هر روز بخش دیگری از محیط زندگی ما رو نابود میکنه. خیلی کوتاه من اشاره کنم به مارچوبه اشاره کردند. یک شهروند ارجمند ایرانی به اسم آقای مدنی آمدن و در خوزستان تولید مارچوبه کنن. فعالیت گسترده کنفدراسیون دانشجویی، بیانیه‌ای که صادر شد که این شخص دست نشانده آمریکاست و مارچوبه در کنار مردم فقیر مارچوبه برای شست و چنیست و از اون صحبت رو برچید و رفت آقای مدنی همون بود. و بعدها طرح‌های عظیم کشت و صنعت که راه افتاد، از سنگ بنای اون تر نیشکر هفت‌تپه بود، اراضی عقیلی، تر معروف عقیلی با بهره برداری از سد رضاشاه در بالای کارون قرار بود، اراضی بین اهواز، یعنی عملا اندیمش تا نزدیکی های خرمشهر زیر کشت بره، کشت صنعتی، تنها راه نجات کشاورزی در ایران یا کشاورزی در ایران. اما اون هم به بنبست انقلاب رسید و از میون رفت. به هر حال آقای نورزاده صحبت اینه کردین، ذکر مصیبت که الان دارن مقدمات روزخانی هست و گفتن کرونا وی کرونا و همه، هر کسی هم مخالفت کنه با روزخانی و
تجمعات خلاف دین است و این صحبت ها. کرونا هم که داره بیداد میکنه و اینا، ذکر مصیبت برای اطفال کربلا و اینا هم که بوده. اما نیرویی که خودشون مخالف یا اپوزیسیون در خارج از کشور مینامه، آیا غیر از بیانیه، غیر از اطلاعیه که اون هم مخاطبان اندکی به واقع داره با انشاهای بسیار شبیه هم، آیا کاری نمیتونه بکنه عملی برای جلب توجه نهادهای بین المللی در مورد همین بیابی؟ آقای چالنگی، دوست من و شما که مفصل با من حرف زد پیغام میداد، میگفت آقا مردم دیگه خسته شدن از اینکه بدونن رژیم چی کار کرد، چه جنایتی کرد. من اپوزیسیون انفعالی عمل میکنه، رژیم یه جنایت میکنه، اپوزیسیون بیانیه میده، همونطور که شما گفتید. ما نقطه حرکت رو باید تغییر بدیم، اصلا باید بحثمون عوض بشه، گفته هامون باید عوض بشه. مردم ایران منتظر نیستن که من بیام اینجا براشون بگم آقای قالیباف اینقدر دزدید. میدونن، خودشون بهتر میدونن. مردم ایران منتظرن من بیام اینجا بهشون بگم شاهزاده رضا پهلوی، گروه های اپوزیسیون، گروه های جمهوری خواه، گروه های مشروطه خواه، اینا دیشب در یک کلاب هاست همه جمع بودن، حرفای خیلی خوبی رد و بدل شد. و من واقعا بر این باورم که این اپوزیسیون خارج از کشور به نوعی اگر حرکت نکنه مانع حرکت داخله، برای اینکه در داخل مردم تصور میکنن این اپوزیسیون در خارج با امکاناتش، با تماسهاش، با ارتباطاتش، اگه نتونه کاری بکنه اونا چیکار کنن. چون متاسفانه این موضوع برای مردم ما جا افتاده، تا اینا نخوان کاری نمیشه کرد. حداقل اپوزیسیون نشون بده که اینا میخوان. ما چقدر لابیگری میکنیم جلوی سفارتخونه‌های رژیم، چند دفعه رفتیم. ببینید شما وقتی در 20 تا شهر 5000 ایرانی رفتن جلوی سفارت رژیم فریاد زدن، روزنامه‌های اون کشور می‌نویسن، مصاحبه می‌کنن، باستاب پیدا می‌کنه. ببینید شما یک قاضی رژیم رو دستگیر کردن، کاوه موسوی و آقای مستاقی اون رو رفتن دنبالش انداختن زندان. روزنامه های سوئد و اسکاندیناوی هفته نیست راجعه موضوع ننویسن. میخوام بگم یک اپوزیسیون باید از این لاک بیانیه بیاد بیرون، اپوزیسیون باید حرکت کنه. هممون داریم پیر میشیم، دو روز دیگم که ما رفتیم بچه های ما دیگه این ملیت بیرون رو پذیرفتن و دارن زندگی میکنن و ایران خواهد رفت، از بین خواهد رفت. ما چقدر میراثداران بدی بودیم، پدران ما این سرزمین رو درست به ما تحویل دادن. اون شاه وقتی داشت میرفت عشق میریخت برای اینکه میدونست چه به سر مملکت میاد. اون هیچی بزرگ برگشت و این بساط رو برای ما جور کرد. آیا میخوایم بشینیم سومی آقا مشتبه هم بیاد؟ یعنی واقعا باید اینقدر بی همت باشیم؟ بله، راجع به این آقای نوری که اشاره کرد، آقای نوری زاده، آقای هادی خرسندین طنزپرداز ارجمند و گرانقدر ایران مطلبی داره و نظریه‌ای که به هر حال خود این لو داده شده دستگاه اطلاعاتی بود برای به دلایلی که توصیه میکنم مطلب آقای خرسندین رو حتما عزیزان بخونید در این زمینه. آقای تغییرزاده، ببینید من میگم مجموعه مخالفان هستن، اون چیزی که بشه تعریف کرد به عنوان اپوزیسیون. مثلا الان حزب جمهوری خواه رو به طور مثال من میگم برای برخی از بینندگان آشنایی بیشتر، که میشه اپوزیسیون فعلا دولت بایدن دونست، یا مثلا احزاب که در فرانسه هست یا انگلستان و بر سر کار نیستن تلاش میکنن قدرت رو بگیرن، یا هر چی کرد، یا نیروهایی که مخالف یک حکومت استبدادی هستن، هر چی کرد. اما مخالفان پراکنده‌ای که وجود دارن مجموعه، آیا این موضوع مثل خود انتخابات بدون این که اتفاقی بیفته بیان و بگن آقا ما با هم بر این اساس مشترک میشیم، آمدن و تحریم کردن نرفتن و بسیار رأی ندادن، آیا در این موارد نمیشه این کارا رو کرد؟ تجمعات پیگیر، پیگیر و پیگیر در مورد وضعیت ایران. گلایه همیشه از این بوده و هست آقای چالنگی که اپوزیسیون یا بی حرکت یا از وقایع روز ایران، تحولات داخلی ایران عقب،
فاقد سازمان، فاقد رهبری است و با مردم تماس نداره و روی اونها تأثیر نمیتونه بگذاره. همه اینها درسته. برای اینکه تعریف درستی از اپوزیسیون در وضعیتی که ایران امروز هست صورت نگرفته، شما به درستی گفتید که مفهوم اپوزیسیون در بریتانیا که من زندگی میکنم، دکتر نوری‌زاده زندگی میکنه، تفاوت میکنه با اپوزیسیون در یک رژیمی شبیه رژیم صدام حسین یا امروز جمهوری اسلامی یا روز گذشته لیبی. اینهایی که در داخل کشور فرصت و مجال ارائه تر، ارائه فکر، ابراز مخالفت ندارن، رسانه‌ای در اختیار ندارن، آزادی عمل ندارن، چطور میتونن تبدیل به یک اپوزیسیون بشن؟ اپوزیسیون باید سازمان داشته باشه، اپوزیسیون بایستی که فکر داشته باشه و اپوزیسیون باید خودش رو عرضه بکنه، ولی تمام ابزارهای عرضه از این جماعت گرفته شده. البته یک استثناء وجود داره، استثناء سازمان مجاهدین خلقن، چه اصلاح طلبا بپسندن چه نپسندن، چه طرفداران پادشاهی بپسندن چه نپسندن. این سازمان سازمانی است که بدون داشتن جایگاه درستی در افکار عمومی در داخل ایران، سازمان داره، میتونه نخست وزیر کشور اروپایی رو، میتونه وزیر خارجه کشور بزرگ آمریکایی رو جذب بکنه به کنفرانس های سالانه، چند هزار نفرم زیر یک سالن جمع بکنه و صدای اون شنیده بشه. دکتر نوری‌زاده حرف درستی رو زد. بازار امروز برای اپوزیسیون در رسانه های خارج از کشور بازار بکره، یا به قول فرنگی ها نیش مارکته. شما یک حرکت بکن میبینی که انعکاسی بسیار بسیار زیاد پیدا میکنی. یک فرصت طلب میتونه زن یا مرد حتی به تنهایی برای خودش یک جایگاه بزرگ در رسانه های خارج از ایران ایجاد بکنه. ولی متاسفانه اپوزیسیون ما همونطور که گفته شد تنها به صدور بیانیه اکتفا میکنه، بنابراین خودش حذف کرده. الان اپوزیسیون پراکنده در داخل ایرانه و هدف اونها هدف شناخته شده است. میدونن مردم چه میکنن. مردم به جای اینکه بگن ما کی هستیم و چی میخوایم انجام بدیم، حکومت و ضعفای اون رو هدف قرار دادن و این راه مبارزه با حکومت تا زمانی که امکان یک انتخابات برگزاریش در داخل ایران فراهم بشه. بعد این صدها و هزاران واحدی که خودشون اپوزیسیون معرفی میکنن به محک رأی مردم بخورن. بله، اشاره کردن به سازمان مجاهدین خلق و تجمعی که این سازمان داشته اخیراً که از طریق فضای مجازی برگزار شد. نخست وزیران همونطور که اشاره کردن و مسئولان دولت های پیشین و کنونی هم شرکت داشتند. یک اقدامی که به هر حال برای بسیاری قابل تأمل بوده و توجه مورد توجه. اما آقای نوری‌زاده، حکومت در داخل ایران شخصی مانند رئیسی رو میذاره، این مجموعه حکومت فقیه، به عنوان رئیس جمهور. در بیرون از ایران هم اولین گام سیاست خارجی بعد از اومدن رئیسی متحد شدن با طالبانه. این دوتا رو وقتی بغل هم میذارید و نگاه میکنید به عملکرد این حکومت در این مجموعه در مورد مسائلی که، چه نتیجه ای رو شما با ما در میون خواهید گذاشت؟ در داخل رئیسی و دار دستش آمدن و در خارج هم این سیاست خارجی ماست. آقای ظریف با عزت و احترام در باز میکنه و تعارف به طالبان. جناب چالنگی عزیزم، اجازه بدید اول من یه توضیح کوچیک بدم. سازمان مجاهدین خلق منضبط یه سازمان روی ایده همون استالینیستی، روی همون فرم و دستگاهی که رهبر و مقام اول و مقام دوم و اینا، پولم داره. شاهزاده رضا پهلوی نمیتونه بیاد 50,000 دلار بده آقای جولیانی بیاد برای سخنرانی کنه، بقیه اپوزیسیون که خیلی اونم بدتر. بنابراین یکی از این کردیت های مجاهدین رو باید به حساب صدام حسین گذاشت که بهم. از دید مجاهدی خدا پدرش رو بیامرزه. نه میگم آخه اینا رو هم باید گفت، چون کسی نیست. نه اجازه بفرمایید، چون سازمان که کس نمیاد آقای چالنگی، اون که نمیاد. ببینید این سازمان هر چی که هست، میشه موافق بود مخالف بود، بس بر سر سازمان مجاهدین نیست، بر سر این هست که آیا بقیه نیازمند داشتن پولی هستن
آیا نمیشه بدون پول کاری کرد؟ مثلا عده‌ای رو بسیج کرد 24 ساعته در برابر سفارتخونه جمع بشن. من که خودم اینو گفتم آقای چالنگی، من که خودم اینو عرض کردم، گفتم یکی از این که مجاهدین قادرن، یکی از دلایلش نوع سازمان بندی، دومی داشتن پوله، ولی این دلیل بر نیست که بقیه از وظیفه خودشون سر باز زنن. نه، اگر ایرانیان ثروتمند بدونن این مجموعه ها جدی دارن برای وطن کار میکنن، 10 برابر اونچه لازم دارن بهشون پول میدن و این آزمایش شده. به هر حال ببینید آقای چالنگی، وقتی دختر حاج جواد میره جزو تیم مذاکره کننده اتمی، دختر و پسرهای حاج جوادای دیگه هم در نیویورک تایمز و در واشنگتن پست مقاله می نویسن که بله الان رئیسی اومد، خیلی خوب شد، دیگه ما راحت میتونیم با خامنه ای گفتگو کنیم. وقتی چنین نفاق و بی اخلاقی در غرب وجود داره، خیلی طبیعی است یه قاتل رو میپذیرن. این آدم قاعدتا نباید بتونه مسافرت کنه. البته وقتی رئیس جمهوری میشه اون هزانت رو میگیره، سیانت رو میگیره، ولی باید هر سفر براش انقدر سنگین باشه که نخواد جایی بره. ولی آدم 2 روز دیگه سفرم میکنه، کما اینکه فلاحیان آدم کش میکنوس رو ایجاد کرد، 2 ماه بعدش پاشد با معشوقش رفت پیش آقای اشمیت باور، مهمونش بود یه هفته. میخوام بگم اخلاقیات در غرب مرده، اخلاقیاتی وجود نداره. ولی ما ایرانی ها همون جور که در جریان انقلاب اون موجهای جمعیت باعث شد که غربی ها هم گوادلوب بگیرن و برنامه درست کنن، امروز هم ملت ما قادر غربی ها رو وادار کنه دست از نفاق بردارن و برای مساله خودشون هم که شده نگاهی به ملت ایران هم بکنن. ببینید ایران یک کشور ثروتمنده، در شاهراه خاورمیانه قرار داره، چین، جاده ابریشم، تمام اینا، پس کشور مهمی است. این کشور مهم برای غربی‌ها شاید فرقی نکنه که رئیسی باشه. الان که آقای ولایتی در آغوش طالبان میره، آقای ظریف، و پس فردا هم ملت افغانستان بعد از این همه مبارزه باید دوباره به دست آدمخواران طالبان بیفتن با کمک سید علی آقا، رهبر شیعیانی که فتوای ملا عمر هم است که ندیده که تصرف دختر و پسر شیعه مجازه. 8 دیپلمات ایرانی رو سر بریدن و این بی غیرت ها میرن بغل میکنن آقای ملا منصور رو، میرن زنم بهش میدن که در راه بازگشتی به افغانستان به پاکستان آمریکایی‌ها زدن خودش و زنش رو کشتن. منظورم اینه آقای چالنگی، شما در منطقه رژیم جمهوری اسلامی غیر از آدم کش از کی حمایت میکنه؟ غربی رو نمیدونه؟ لبنانی که الان داره خون گریه میکنه، امروز لیره 25,000 لیره به 1 دلار، 25,000 لیره، مردم گرسنه، حریری هم نتونست به خاطر حزب الله و اون دولتش رو تشکیل بده، همه از برکت سر جمهوری اسلامی. تو عراق تا آقای کاظمی اومد نظم و ترتیبی بده شروع شد، ونگ ونگا از این ور اونور شروع شد. اون مال یمن بیچاره که حوثی ها داغون کردن با کمک جمهوری اسلامی، اینو غرب نمیدونه؟ غرب خیلی خوب میدونه، اروپا خیلی خوب میدونه که عامل این مصیبت سید علی خامنه ای و حکومت ننگینشه، اینو قشنگ غرب میدونه. ولی چون نفاقه، چون غیرت غرب هم بستگی به قراردادهاش داره، اینه که اینا میتونن آدم بکشن، بدزدن، برو باین زم رو اعدام کنه، همه کار رو میتونن بکنن، هیچ اتفاقی هم نمیفته. سر بریده بختیار جلو ماست، سینه قاسملو و شرفکندی و برومن جلوی ماست، آقای مظلومان، فریدون فرخزاد، این همه جلو چشم ماست و ما باز داریم با همدیگه میگیم میخ قسطنطنیه تو میخ به لاهوت رفیه به ناسو. دولت فرخزاد عزیز شد، هنرمند عزیزی که ترور شد در پاریس. چی میگیریم؟ تفسیر خبر رو این نکته رو من بازگو کنم، بارها گفتم بازگویی اون بی‌ضرر که در تفسیر خبر سنتی دیرینه بوده، هر شخص سازمانی که اسمش برده میشه درهای تفسیر خبر به روی او باز هست برای گفتن و سخن گفتن در اون زمین، از سازمان مجاهدین گرفته تا افراد دیگری. حتی من اسامی یا کسانی
از جمهوری اسلامی حتی درها باز پاسخگوی پرسش هایی باشن مسئولان جمهوری اسلامی در زمینه هایی که مردم مطالبه می کنن. درهای تفسیر خبر و این سنت همیشه بوده تا کسی که در برنامه نیست یا نماینده ای نداره درباره اون گفتگوی طولانی نخواهیم داشت. پی میگیریم تفسیر خبر رو به اینکه صحبت ترورها شد و اینکه آیا هنرمندان وابسته به حکومت در این زمینه ها چه می کنن تا لحظات آقای تقی‌زاده گرامی، در این زمینه طالبان اگر سخنی هست که میشنویم، به اضافه اینکه این حکومت عملی کردی مانند طالبان تلاش کرد از روز نخست داشته باشه و حتی پیش از طالبان دست بوری چشم در آورد سنگسار کرد، اما شاید فروتنی حکومت بوده اینها رو جلو دوربین انجام نداده، طالبان انجام داد و هنرمندان رو خانه نشین کرد. ولی الان میبینیم هنرمندانی که بهرمند هستند از این سفره غارت شده مردم زیر اصطلاح تفنگ حکومت بیرو دروازی، چون من گفتم و درهای تفسیر خبر به روی آقای اصغر فرهادی باز هست. آیا واقعا در این شرایط هنرمندانی که هستند، کسان دیگری که هستن وظیفه ای ندارن اقدامی بکنن، همونطور که ورزشکاران و هنرمندان در شرایط مصیبتی اگر طبیعی رخ میداد پیش قدم میشدن برای کمک کردن پیش از انقلاب، اینها نقشی ندارن، نمیتونن کاری بکنن؟ من میل دارم برگردم به بخشی از صحبتهایی که دکتر نوری‌زاده به اون اشاره گذرا کرد و این مسئله اپوزیسیون ایران، چون به زندگی ما بیشتر مربوطه و وضعیت سیاسی امروز ایران ارتباط بیشتری داره. و خیلی کوتاه بفرمایید چون موضوع بله بفرمایید بله اپوزیسیون رو بفرمایید اپوزیسیون همیشه وقتی مورد پرسش قرار میگیری که شما چرا فعال نیستید، چرا فران گروه دارای امکاناتی هست و اقداماتی صورت میده، میگه اونا پول دارن. ولی این پرسش واقعا جای طرح شدن نداره. وقتی که یک گروه سیاسی با بدترین نظریه کاری، با بدترین سابقه و گرایش اسلامی، یعنی کمونیسم، اسلام و سابقه جنگ علیه تمامیت ایران در کارنامش هست، با این وجود میتونه کسانی رو جلب بکنه که به اون کمک مالی بکنن. هیچ کدام از این کسانی که در سازمان مجاهدین خلق عضویت دارن پدر میلیونر نداشتن که ارث او رو به سازمان داده باشن. این پول رو به دست آوردن، چه از طریق کشورهای خارجی، چه از طریق حتی تکدی اعضایشون در خیابانهای پاریس و لندن و گلاسکو. بنابراین این سازمان و کاره که این دارایی رو ایجاد میکنه و اگر حتی کشور خارجی رو قانع میکنن، این سازمانه که با وجود پیشینه بد، افکار عمومی مخالف در داخل ایران و دو نظریه‌ای که در دنیای امروز خریدار نداره، یعنی کمونیسم و اسلام، میتونه یک صاحب دارایی رو که کشور خارجی است یا یک صاحب ثروت قانع بکنه به کمک کردن. بنابراین اگر اپوزیسیون دیگری خارج از این سازمان دارای امکانات مالی نیست، مقصر خود اونها هستن که کمکاری میکنن و راه های تأمین دارایی رو برای خودشون بستن. این امکانات وجود داره. ولی من اینجا یک توضیح دیگه باید بدم، البته باز خود سازمان مجاهدین هست که میتونه توضیح بدن در مورد صحبت های شما، اما اگر به شما گفته بشه که سازمان ها و افراد دیگه هم بودن که از کشورهای خارجی کمک گرفتن، از همین دولت آمریکا، چه دولت کنونی چه دولت قبلی در همین واشنگتن، و این رو به عنوان پناهندگان ایرانی گرفتن، به عنوان زندانیان سیاسی در ایران گرفتن، به عنوان عنوانهای مختلف، ولی خرج اتینای خودشون کردن، اون وقت چه پاسخی باید به اونها داد؟ واقعا این یکی از صفاته، شاید من داخل این موضوع نشدم، ولی این امکانات در اختیار اونها هم بوده. شما درست میگید، این امکانات در طول 30 سال گذشته، 40 سال گذشته وجود داشته. میلیون ها دلار آدم های واسطه به عنوان اپوزیسیون گرفتن و همونطور که شما گفتید خرج اتینا کردن، در حالی که من کمتر شنیدم. چرا؟ مثلا فرزند فلان کس که از رهبران ما
مجاهدینه در فلانجا درس میخونه یا یه خونه آروم داره. ولی کجا ما شنیدیم که 1 میلیون دلار 10 میلیون دلار از دارایی هایی که در اختیار اونها هست یا سرقت شده یا مصادره شده یا به نفع کسی مورد استفاده قرار گرفته؟ این سازمان در حقیقت در مورد اموالش، در مورد دارایی هاش طوری عمل کرده که سازمانشون اول بوده و بعد اون کسانی که از این سازمان برخوردار شدن یا کنار اون بودن. بنابراین این سلامت مالی هم باز یکی از مشکلاتی است که بسیاری از عوامل اپوزیسیون از اون رنج می بردن و ازش بهره درستی نداشتن. متاسفانه نکته ای که شما میگید نکته ای است که باید اپوزیسیون به عنوان یک عیب بهش فکر بکنه و تاریخچه 40 سال گذشته خودش رو بهره برداری بکنه. 10 میلیون دلار دارایی های خارجی رو عوامل یا مدعیان اپوزیسیون نابود کردن. آقای طرزاد در مورد طالبان بفرمایید. بله این موضوعی است که امیدواریم روزی برسیم رئیسی رو آقای چالنگی رئیسی رو شاید پسرخونده یا آقای ترامپ میدونم. یعنی اگر واقعا ترامپ سیاست فشار اعمال فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی اعمال نمیکرد، علی خامنه ای به این صرافت نمیافتاد که باید شاخهای حکومت رو هماهنگ بکنه و یک دولت تندرو سر کار بیاره که بتونه با فشارهای آمریکا مقابله بکنه. و اونها در کمترین ذهنیتشون هم حتی 6 ماه قبل از انتخابات ماه نوامبر سال گذشته نمی گنجید که به جای آقای ترامپ کسی دیگری به کاخ سفید بره، بخصوص یه آدمی مثل آقای جو بایدن با سابقه همکاری با آقای اوباما و سابقه حضور غیر مستقیم ولی فعال در مذاکرات اتمی. به هر حال این نونی است که حکومت اسلامی ایران خودش به قصد در دامن خودش گذاشته و غیر مستقیم این طفل ناخوانده است که آقای ترامپ به اون هدیه کرده. ولی در ارتباط با افغانستان این مرد که از کمترین بینش و دانش سیاسی برخوردار نیست، یکی از بزرگترین اشتباهات راهبردی حکومت رو داره رقم میزنه و این زمینه رو دارن براش فراهم میکنن. تطهیر طالبان یکی از خونخوارترین گروه های اسلامی که قابل مقایسه با داعشه، قابل مقایسه با القاعده است و متاسفانه این اشتباه بزرگ راهبردی رو که بیشتر از هر کشور همسایه دیگری ایران از اون لطمه میبره، آمریکا هم با خروج نیروهاش از افغانستان به نوعی تشویق کرده. به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان مشکل اسلام رو بزرگتر از هر وقتی در منطقه خواهد کرد. الان مشغول تطهیر طالبان در ایران هستند. علم این کار رو آقای شریعت مداری در داخل کشور به دست گرفته و بقیه سینه زن هستند. ولی من این حرف رو به عنوان کلام آخر میزنم. اگر یک روزی محمد بنا در مصر میگفت که اسلام راه حله و این شعار اخوان المسلمین شد، امروز در منطقه همه به این نقطه رسیدن که اسلام مشکل اساسی مردمی است که در این منطقه خاورمیانه زندگی میکنن، به خصوص اسلام سیاسی. بله، حسن البنا از اصطلاح پیروان اسلام سیاسی در مصر و بانی، یعنی پیروان اون ترورهایی هم انجام دادن بس مفصلی است. آقای نوری زاده، ولی میبینیم این در کوبا اتفاقاتی میفته، عکس آقای چگوارا که سالیان سال محبوب انقلابیون در سراسر جهان بود در خیابون پاره میشه، کاسترو همینطور و و و و این حکومت در سراشیبی سقوط قرار گرفته. یعنی یک حکومت ایدئولوژی که آینده جز همین نداره، نمونه شوروی و اغمارمون. این به ما چه خواهد گفت در ارتباط با ایران آقای نوری؟ ببینید، ورشکستگی ایدئولوژی دیرگاهی است بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و بعد کار دلاورانه ملت و ارتش مصر در سرنگونی حکومت محمد مرسی ثابت شده، روشن شده. ببینید، در کوبا یک اتومبیل شورولت 1954 درش بویوک 49، صندوق عقبش درش کرایسلر 54. این یک تازه چی نشون میده؟ این که هنوز اون اتومبیل آمریکایی مال 100 سال پیش داره توی کوبا کار میکنه. یعنی این کشور 100 سال جلو نرفته. هی اومدن ادعا کردن پزشکی، اینم تجربه واکسن سازیشون با جمهوری اسلامی بود که معاون وزارت بهداشت اعلام کرد به هیچ جا نرسید و خانم مهرزم که قشنگ آب پاکی ریختن رو دست همه. خب،
حالا جمهوری اسلامی شکست ایدئولوژی ثابت شده. آقا امام حسین کشور رو نجات نمیده، صاحب زمانم خدا میدونه کجاست، لابد داره یه زن دیگه میگیره، چون خدا آقایون گفتن زن گرفته بود در تهران، تهرانی بله بازارچه کلبوسلی روبایی سنگکی دیده بودنش. حالا من نمیدونم این بچه هایی که این آقا درست کرده در چهار گوشه جهان کجان چی میشن. آقای نوریزاده همینجا یه سوالی امین عزیز از من کرد، من از شما میپرسم. بله. این آخونده واقعا اینها پا منبری ها رو گرفتن یا پا منبری ها اینا رو گرفتن وقتی این حرفا رو میزنن؟ نه ببینید آقای چالنگی، اینا 99% اینا رو باور ندارن، دقیقا باور ندارم، برای که من روزه خون زندگی کردم باش. فاطمیه که اومد در خونه ما یه هفتگی روزه میخوندن، شب آخر پذیرایی مفصل میشستن و جوک میگفتن و یکیشون هم که رو شکمش عکس زن میکشید میرقصید، یکی از روحانیون معروف. اینا به هیچی اعتقاد ندارن، به هیچی. من دیدم نشستن دو روز نمازم نخوندن. یعنی میخوام بگم اینا چون خودشون میدونن اینا ساختگیه، بنابراین باور ندارن، دزدی میکنه، آدم میکشه، چون میدونه همین دنیاست، جای دیگه ای نیست. به همین دلیلم جمهوری ولایت فقیه در این محدود زمانی که نصیبش شده میخواد برای 10 نسل دیگرش هم زمین ساز بشه. یعنی واقعا آقای خامنه ای میخواد برای بچه های آقا مشتبه و آقا مسعود و میسم و آقا مصطفی، بیچاره اون آقا مصطفی نه، اون مطرود خانواده است، میخواد برای همهشون زمین سازی کنه. هر کدومشون هم همین، برادر داماد آقا میشه الان وزیر خارجه، تیمم که جور کردن درست، یه بچاپ بچاپ 4 ساله فول، مگه اینکه ملت ما به جنبه به حرکتی بکنه. بله بنابراین اونطور که شما گفتیم من نتیجه میگیرم که این پامنبری ها، نه مردم ایران، پامنبری ها رو در واقع دست انداختن و گرفتن. شما فکر میکنید آقای خامنه‌ای مثلا واقعا معتقد به حضرت علیه، معتقد به امام حسینه، معتقد به عدالت الهی است، اصلا فکر میکنه خدایی هست؟ به نظرم اینا حرفای دکتر نیری و حسان عزیز رو میشنن، گوش میدن و حرفای برام مشیری رو، و اصلا باورشون نیست، این چیزا رو باور ندارن. و مشیری خوب اینا رو قشنگ تربیت کرد و یادشون داده که این چیزا که شما هزار سال به سر ما زدید خودتونم باور ندارید. روانش شاد، پدر من بارها گفتم در همین جمعه شب هام بوده اتفاقا، روانش شاد و روان همه رفت، روانشون شاد. ماهای اول بعد از انقلاب میگفت این خمینی نه تنها ایمان نداره خدا به خداوند، بلکه ایمان پیدا کرده از نظر خودش که خداوندی در کار نیست، چون ذره ایمان داشته باشه چون این کارهایی رو انجام نمیده. بعد از همون ادامه های مدرسه پشتبان مدرسه علوی. آقای تقی‌زاده کوتاه از شما میشنویم، این چگوارا از عرش به فرش و زیر فرش رسیدن، کاسترو، این در مورد حکومت یا مجموعه ایران به ما چه خواهد گفت؟ یکی از متحدان، یکی از یاران، یاوران حکومت فقیه در کنار ونزوئلا. پاسخ شما رو من مختصر میگم، ولی از شما میخوام که مختصر یا شما یا دکتر نوریزاده مسئله ای که شما مطرح کردید رو توضیح بیشتر بدید. در حقیقت من میخوام شما تعریف بکنید که پامنبری چه کسی است. پامن برای آقای نوریزاده میتونه، ببخشید آقای تقی‌زاده، میتونه خیلی ها باشه، همونایی که دل بستن به این سخنان و میشنون فرق نمیکنه. حالا یا مسئله در این فرق نمیکنه، همون در شهر خود شما در لندن بسیار دارید، میتونن که حتی سابقه مبارزاتی غیر مذهبی داشته باشن، چپ باشن، ولی به یک طریق دل بسته هستن و به اصطلاح چی میگن در همین مسیر هم گام بزنن. اینها پامنبری هستن و خوشحال هستن که بقیه باور میکنن، به عنوان توده ها بهش نگاه میکنن، بقیه که ایمانی دارن، نظری دارن. آقای نوریزاده میتونه تعریف پامنبری خودشون رو کنه؟ یه تعریف دیگه هم داره آخوندها. معمولا یه شاگرد دنبالشون میومد وقتی اولاغ داشتن، یه شاگرد هم دنبالشون میومد. آخوند که میرفت بالا یه نعرهی که میکشید حسین شهید، این پامنبری که پلوش نشسته بود نعره بلندتر میکشید، یا حسین میزد بلند میشد، تو سرش هم میزد،
هیجان ایجاد میکنه در مجلس. پامنبری رژیم هم همین کارو میکنن. بله. یعنی هیجان ایجاد میکنن. رقمی دارن. و سابقا میگفتن مثلا تو خونه ها میگفتن از این بعدان تبدیل شد به تلویزیون رادیو میگفتن آقا رو منبر گفتن یعنی. بله بله. یعنی دیگه مولا درزش نمیره. الان که دیگه مون که چه عرض کنم خیلی چیزا لای درز این آقایی که بالای یعنی این حرفای آقا که بالای منبر زده میره قابل تردید حرفایی که زدن. ولی همه پامنبری آقای چالنگی اینطور نبودن. من این رو به دکتر نوریزاده یادآوری بکنم. بعضی پامنبری ها ممکنه که متفاوت بودن. من تجربه شخصی دارم. من وقتی دبیرستان که میرفتم پیش یک شیخی که شیخ خوبی بود منطق اسلامی میخوندم و فلسفه شیخ تقی جعفری میرفتم در خونگور بود همکلاسی دبیرستانی و چند تا از بچه های دانشگاه تهران هم میامدن و من رابطم با شیخ تقی جعفری رابطه دوستانه‌ای شد و در چه حد کتاب مکالمه وایت هد و برتران راسل رو ترجمه کرده بود تقی جعفری. بله. این کتاب تا اعلام اون رو در بیاد و اون موقع این کامپیوتر اینجور چیزها نبود و بایستی که صفحه به صفحه اسامی رو در می آوردی تا اعلام رو تنظیم میکردی و تو اون کتاب از من تعریفی کرد و یک روز به خیابون فرهنگ میرفت برای منبر رفتن و تقی جعفری شاید جز تنها آخوندهایی بود که خیلی 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 به نادر میشد پیدا کرد که منبرش رو از روی کاغذ میخوند روی صفحه اندازه آچار با خط قضیه رو مینوشت و از من خواست برم با او و من پای منبر نشستم و او رو موقعی که وضع قبل از رفتن منبر رو داشت روی کاغذ می نوشت توی اتاق کارش که روی زمین می نشست دیده بودم. بنابراین حداقل در دو جلسه من پامنبری تقی جعفری شما... بودم ولی منظور پامنبری آقای تقی زاده به شما میگم پامنبری سابق یعنی پامنبری الان پامنبری های نه بعد جعفری آدم خوبی بود جعفری آدم بله حالا در وصف ایشون هم تبلیغ ایشون نوشته بودن که ایشون منبرهایی درست میشه که ده دوازده نفر رو میبرن اون بالا به عنوان کسانی که حق صحبت دارن و اینا همون نقشی رو بازی میکنن که دکتر نوریزاده میگه بس. یعنی در حقیقت یک تم رو حکومت یا عوامل حکومت انتخاب میکنن حالا یا چپ میزنن یا مستقیم وارد کار میشن و ده دوازده نفر هم میشن پامنبری دو سه نفر هم میشن گلچین در این جمع که بتونن مخالف خونی بکنن که موزیک خیلی به گوش چندشاور نشه. بنابراین منبرهای درست کردن گاهی 500 نفر گاهی 1000 نفر و بعضی هم هستن که به صحرای کربلا میزنن. شما داری راجع به اپوزیسیون صحبت میکنی اون یکی میگه آقا این خانوم جوانی که گرفتن و میخواستن ببرنش و شروع میکنن به روزخونی در جهت ابوالفضل میکرد دست دادن. به هر حال این منبرهای مدرن در اتاقهای کلاب هاست هر روز دایره. الان آقای طنزاده یه جوری شد من آقای نوریزاده شدیم پامنبری به یک چون نرسیدیم به کاسرو و عرض کنم خدمتون چه گوارا که امیدواریم در برنامه های بعد به هر حال پامنبری های متنوعی داره این حکومت که این بار دین و ایمان نیست که وصف میکنه به دهان شیخ و سید بالای منبر که منافع و مساله هست. دین ایماندارها همون روزهای اول رفتند و ترک کردند پای منبر رو. اینطور به نظر میاد در ایران و همچنان محترم به راه خودشون ادامه میدن اونها که دوری جدن از این وضعیت. سپاس از شما آقای تقی‌زاده در انگلستان و سپاس از شما آقای نوری‌زاده که میبینم به دفتر مرکزی ایران فردا اومدین نشوندنده امنیت بیشتر است از نظر کرونا در انگلستان. با سپاس بسیار و به امید دیدار در شماره های آینده. به اتفاق امین عزیز تهیه کننده علی گرامی کارگردان فنی برنامه روزگار خوشی رو برای شما آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود. We'll be right back.